عزیز با خانومشون و نویدم دیدم این برا درسته؟ چی گفتم مهد کودک داری؟ دست تو تکون بده ببینیم اونم نوید جاویدنیا پسرشون به افتخارش. خب موقعیتی شد که حالا اون برای گود خودت باشی و این برای ما ما که البته کوچیک‌تر از این حرفاییم ولی بالاخره گفتیم در قالب یک مسابقه اون هم این مسابقه مشهور که در همه جا به نوعی اجرا میشه و ما افتخار این رو داریم که نسخه فارسیش رو و ایرونیش رو در واقع به نوعی کار بکنیم در خدمتتون باشیم. 5 تا سوال رو همینطوری بله نخیر بله نخیر وار در واقع سوال میکنیم و شما جواب میدید که بتونی برسی به مرحله بعدی که کمی مشکل تره. آمادگیشو داری؟ پس حال از این مشکل تر هم میشه. نه حال چیزی نیست. حالا مثل ما تازه اول راهی. نه شما که باهوشی میدونم اکثرش جواب. خب موافق شما چونو در خدمت شما هستی. اولین سوال ما اینجوری میپرسیم که آیا نام دیگر بوستان سعدی همون سعدی نام است؟ بله نخیر داره. بله پس درسته. بله درسته به افتخارش درست گفتن؟ آیا عامل اصلی انتقال اکسیژن در بدن جانوران گلوبول قرمز نام دارد؟ کرکت. اینو تازه یاد گرفتم. کرکت ترکیش میشه انگلیسیش. بله 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 این صحیح هست. صد هست. خیلی خوب اینم درسته به افتخارش میدرخشید. امشب ستاره وقت شما خواهد درخشید. بحث دوست خدا کنه برای همه خوب بدرخشید. علی جان سومی سوال شما با جواب بدی ساکت نشینی. بله. آیا قدیمی ترین سرود ملی متعلق به کشور فرانسه است؟ فخر آقا نیست. نه چرا چی گفت؟ خیلی خوب این کاملا درسته به افتخارش. اما چی گفت؟ حالا جواب صحیحش هم میدونی؟ قبول کردیم ازت تو جواب صحیح. یعنی مال چه کشوری؟ اجازه بفرمایید. آیا سطح دریای خزر از سطح آب‌های آزاد پایین‌تر است؟ بله. بله. بزنیم ببینیم درسته. کاملا درسته. حالا میدونیم چند متر؟ آقا مترش هم دیگه ما باید بگیم. قبول کردیم اینا رو میخوایم اطلاعات بزنیم. میخوایم کفشمون هم بگیم اینجا. اگر اشتباه نکنم چیزی حدود 18 متر میشه. بحرالعلوم همان دریای مدیترانه است؟ بله چرا که نه؟ شما درسته. بله. بله بزنیم. خاک ایتالیا که میشه در این مدیترانه رو که نگاه. بسیار عالی. خیلی خوب. تموم رفتیم مرحله بعد. به همین راحتی. الان این چکش حاضر آقا؟ بلندتر بگی؟ گرفتیم. میگن یه میلیون رو گرفتیم. نه خیر 500 هزار تومان شد. این خانم برای مرحله ایست که تازه میرسیم برای این قضیه با تلاش کنیم. ما تازه رفتیم برای این مرحله شدیم. شما تازه ثبت نام کردیم. آمدین از مهد کودک کلاس اول نشستیم با هم بریم جلو. من گفتم الان دیگه مهمونه رو گفتیم دیگه. بد ما بریم. چشم. ما که هرچی داشتوشیم دوست داریم. اهدا بکنیم به شما ولی بالاخره یه روالی داره بریم جلو خالج به شما هست. اینا که دیگه آسونه تخصصی در اومد برات اول خواهش میکنم. در جشنواره سوم سیما از میان همکاران شما از کدام یک تجلیل گردید؟ 1 آذر دانشی خدا رحمتشون کنه. 2 عزت الله مقبلی خدا رحمتشون کنه. 3 یاشا شاهنده پاشا ببخشید من یان چیز شده. 4 فرهنگ مهرپرور همه خدا بیامرزتشون. 5 ایرج نوذری خدا بیامرزتش. نام ایشون برده شد به خاطر کی شد از زحمات پاشا شاهنده. پس گزینه سوم پاشا شاهنده. پاشا شاهنده. خیلی خوب بزنیم درسته حتما کاملا درسته. درسته؟ بله. خب شما 25000 تومان با عشقی که با هم ریختیم و یادمون ها کردیم کاسب شدید. خواهش میکنم. به حالت بخار در هوا چه گفته میشود؟ چرا همش من اون باره نگاه کنم اصلا؟ همش علی جواب میده. به حالت بخار؟ بله به حالت بخار وقتی بخار میشه در هوا چه گفته میشود؟ خب بچه بره بالا میشه رطوبت دیگه. شب نه معمولاً صبحگاهه. حالا یعنی به حالت بخار در هوا رطوبت؟ رطوبت. رطوبت. اینم از این. غلط؟ زدم. آها. رطوبت درسته به افتخارش. خب خانم میگن الان حساب چجوری شد؟ همون 25000 تومان الان
نه دیگه 25 تا رفت بالا شد 50,000 تا. خب خواهش میکنم بفرمایید آقای گذری. خب برنامه‌ای که ملاحظه میکنید چه نام دارد؟ 1 بهار 23، 2 بهار 24، 3 نوروز 79 و 4 تهران ساعت 20 که خاطرتون هست پدر اجرا میکرد و به دلیلی ادامه بدهد. خواهش کردم آقای گلگری ایام ایام دهه فجر میدونی که همه جا جشنه، همه جا به هر حال مراسمی برپاست. بله بنده هم میدونم همه جا مراسمه، همه جا نوربارونه، همه جا چراغونی، همه جا جشن و شور و شعف و شادی قربونه شکل ماهد برم. ولی کسی که وعده میذاره باید به وعدش عمل نکنه. خب من دیگه فکر میکنم دیگه با توجه به نه نشانهایی که بود گرفتم. خب اینه ما برنامه زیادی رو کار کردیم ولی من این برنامه رو میگم برنامه بهار 23 بوده. 23 بهار. مطمئنی علی جان؟ 100%. شما چطور؟ شما مطمئنی؟ پس حتما درست رفته جفتتون مطمئنی. نوی جان تو چی مطمئنی؟ بهار 23 بود. پس نذاری بله به افتخارش مطمئن باشید. بهار 23. خب رفتیم مرحله 750,000 تومانی. یعنی ما الان یهود رفتی بالا بابا 75,000 تومان 750,000 ریال. خب میگفتی نام همبرگرد درسته؟ گرده؟ نه همبرگرد گرد لغمه یا مثلا فارسی را پاس بده. نام همبرگر از کجا گرفته شده است؟ 1 نام یک آشپزه، 2 نام یک روزه، 3 گوشت نوع حیوانه و 4 نام یک شهر. خب درست دیگه خانمم رسون دیگه نام یک شهر باید باشه. هم برگر ازتون میپذیریم درسته ولی کدوم شهر؟ هم برگر هم برگر هامبورگ به افتخارشون هامبورگ. خب سرراست رفتیم سر امروز 100,000. محل برنامه‌ای که ملاحظه می‌کنید کجاست؟ بازم یک برنامه‌ای رو قرار ببینی؟ خب این در چه محلی اجرا شده؟ یعنی از کارهای خودمونه؟ ممکنه، نمی‌دونم. فکر می‌کنم کارهای خودت باشه. 1 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 2 سالن خورشید مرکز همایش‌های صدا و سیما، 3 دانشگاه شهید بهشتی و 4 دانشگاه صنعتی شریف. شاد باشو شاد باشم از قید غم آزاد. گرفتم گرفتم. من مطمئن هستم دانشگاه شهید بهشتی. خیلی خوب ما میزنیم با این اطمینان و کاملا هم درسته. امتیاز ما الان و مرحله مون 125,000 تومانی. فعلا تا اینجا کمه؟ خانم میفرماید سوال مرحله ما این هست علی جان، از گزینه های زیر کدام یک به هسته زمین نزدیک ترند؟ 1 منطقه مداری، 2 منطقه استوایی یا استوایی، 3 دو قطب و 4 هر 3 مساویست. دو قطب یعنی گزینه سوم. مطمئنی علی جان؟ سوم میشه؟ بله مطمئنی؟ دو قطب ما اینجوری نه هیجان زده نشو. مطمئنی یا نه؟ فرجه داریم یه کمکی بکن. دو قطب تمومه؟ دو قطب زدیم برای دو قطب و متاسفانه دو قطب. بله درسته متاسفانه. آخه بذارید این سوالو من بپرسم تا ببینیم بعد چیکار می‌کنم. در مجموعه های صبح جمعه با شما یادش بخیر ما هم همکاری داشتیم. تهران ساعت 20، لبخند پیروزی، لبخند سوم، کدام یک از این هنرمندان با شما نقش آفرینی نداشته اند؟ یعنی تو همش نبودن. منوچهر نوذری، 2 منوچهر آذری، 3 زنده یاد فرهنگ مهرپرور و 4 حسین عرفانی. عرض شود که تو لبخند پیروزی و نوروزی رو
خدا رحمتش کنه، فرهنگ بودش که رول ریش سفید محله رو بازی میکرد، منچار آذری هم بود، آقای عرفانی هم بود، تو لبخند پیروزی و نوروزی و تهران ساعت 20 که آقای منچخار نوذری بودن، ولی در لبخند سوم ایشون نبودن. بابا در لبخند سوم بابا نبودن. پس یعنی پدر عزیز که به این بهانه یادشون هم بکنیم، منوچهر نوذری گزینه یک. بله کاملا درسته به افتخاره. تو در این مجموعه بابا نبودن. شما بفرمایید پدر نوید خان در منزل بیشتر دارای چه خصوصیاتیه این رفیق ما؟ یک، دو، سه یا چهار؟ عدسه زیاد میکنه ها؟ نه، گزینه شماره دو. گزینه دو. دو بسیار عالی، خیلی خوب. کاری نداریم، حالا شما جوابتونو دادید، اینو که نمیتونیم بگیم درسته یا غلط، این نظر شماست. حالا شما میتونید نگاه کنید. بفرمایید دیگه نگاه کنی؟ حالا اینقدر چشم هم بسته بود الان یه لام. خب حالا همین سوال ازت میپرسم، خودت بگو ببینیم با هم میزونید یا نه. شما در منزل دارای چه خصوصیاتی هستی؟ مرموز خودداری؟ خدا هم روزه. شاد و سرحالی؟ منزوی و گوشگیری؟ اهل مطالعه و تحقیق؟ من خودم میگم که من سعی میکنم درست خارم. نه جانم نه، ایشون بگو. که جوابش داده، شما بگو. حالا یعنی مرموز و خودداری، شاد و سرحالی، منزوی و گوشه‌گیری، اهل مطالعه. نه شاد و سرحال کاملا درسته، با هم همزمان یک چیز رو گفتن، با هم متفق القول و این نشونه تفاهم و توافقشون به افتخاره. خورشید گرفتگی بعدی در ایران چند سال دیگه روی خواهد داد؟ یک، 10 سال، دو، 15 سال، سه، 25 سال، یا 4، 31 سال؟ چهار تام ستاره داری؟ 2 میلیون ریال داریم فعلا؟ 200,000 تومان تا اینجا بردید. اگر بخوای اینو تثبیتش بکنی باید یک ستاره دیگه به ما بدی. اه؟ نه یعنی اگر تثبیت بشه بعدش هم ادامه دی؟ خب. این رو میگیری. خب ببین رجب، من فکر کنم 31 سال باشه. فکر میکنم. فکر میکنی؟ فکر میکنم. اینم 31. چیه؟ خدمتتون بگم که 31 سال خورشید گرفتگی بعدی در ایران روی خواهد داد. به افتخارشون. بله خب بریم متشکر. حالا خب آقا سوالی چیزی اگر هست بفرمایید جانم. آیو از سوالی چیزی بشن بفرمایید. جانم بفرمایید. روی پرچم کدام کشور عربی تصویر عقاب دیده می شود؟ 1، یمن، 2، مصر، 3، عراق یا عراق، و 4، عربستان سعودی. سعودی. پرچم یکی از این کشورها وسطش عقابه. خب این متعلق به کدوم از این کشور هاست؟ یمن، مصر، عراق یا عربستان سعودی؟ دو دفعه برات خوندم. یمن. مطمئنی؟ یمن. شما؟ نه نه یمن. بذار این دفعه به حرف ایشون بزنیم. یمن. مصر. اینم دو. و مصر و آخر. اگر به حرف شما زده بودم نمیشه. ای خدا چنین همسری رو از ما نگیر. خدا یا خیلی از شما نگیره، من حرفشو گوش کردم میتونستم نزنم دیگه. خدا این آقای نجیر رو زدیدم برای ما حفظ. بفرما. خب زنده باشی. خب قرار شد سرعت بدیم. بله مسئله حکمیت در کدام یکی از جنگ های امام علی علیه السلام پیش آمد؟ 1، جنگ جمل، جنگ صفین، 3، جنگ نهروان یا جنگ خندق؟ جنگ صفین. دوم؟ بله. مطمئنی؟ گزینه دو. پس بزنیم اینم دو و درسته به افتخارش. آقا با ارکان 325,000 تا شما دارم. 300,000 تا با من یاسم ریال رو به من نشون میدی. بله. من جا داری که از مجریان این برنامه کمال تشکر رو داشته باشم. بسیار عالی، بسیار. آقا سوال بفرمید. دوستان اگه سوالی چیز دارم بفرمید پایش کنم. شما آماده باشید برای پاسخ دهید. من از اینکه شما بسیار باشم. اگر شما تو مسابقه همراه من نبودید، من الان هیچ مالی نبود چه بلایی بسار آمده بود. خواهش بیا بفرم سوالی چیز هست بود. خب میخوام یک کمکی بهت بکنم و اونه که حیفه که اینو همینطوری بذاریم رها و معلق بمونه.
من میگم یک ستاره بده و اینو تثبیتش کنی. یه ستاره ازت بگیرم تثبیت چه؟ یعنی هر چی ادامه بدی 300 هزار تومان رو بهت پرداخت میکنی، اگر نه رو هوا میمونه و ممکن از دست. آقا صاحب اختیار، یک ستاره هم آه گرفتیم ازش. آقا صاحب اختیار، بهترین فیلم تلویزیونی علی جان در آخرین جشنواره سیما کدوم یک از این گزینه ها بوده؟ یک بازمانده، دو تولد یک پروانه، سه زشت و زیبا و چهار موشک کاغذی. بهترین بازمانده، تولد یک پروانه، زشت و زیبا، موشک کاغذی. من چیزایی دارم ریز میشنم، من گوش میکنم دیگه. بله. اون عقیدش برای اینه که بازمانده، منم میگم بازمانده. پس ما میزنیم بازمانده و همگی درسته بازمانده. دست بزنیم درسته. برای خوبه شما بریم من جواب بریم. بله. خب 350 هزار تومان. به غیر از گوشت، تخم مرغ، پیاز، ادویه برای پختن کوفته تبریزی، چه مواد دیگه ای لازمه؟ یک برنج، دو سبزی، سه آرد برنج و چهار آرد نخوچی. بالاخره کدومه؟ برنج، سبزی، آرد برنج، آرد نخوچی. آرد نخوچی بهش میزنه. مطمئنی؟ آرد نخوچی بهش. چهار آرد نخوچی و درست به افتخارش. آرد نخوچی. آقا بذارید من یه میلیون تومان بدم بعد برم. نه آرد نخوچی میذارم. جانداری که نبض او 1000 ضربان در دقیقه میزنه کدوم از این گزینه هاست؟ یک موش، دو گنجشک، سه سنجاب و چهار خرگوش. خرگوش عرض کنم این یک حیوان جدیدی است از نسل خرگوش. این چیزم بود حیوانی که چیز میکنه خرگوش. عرض کنم خدمت شما که آقا قدیمی ها میگفتن گنگیشک، یعنی 1000 ضربان در دقیقه است. گنگیشک. 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 علاق نبوده. خیلی خوب. اینم از گنگیشک. 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 درسته. بله. خیلی خوب. 450000 تومان هم بعد کاسبی نیست. سهم شرعی زن بله. از ارث شوهر اگر فرزند داشته باشد چقدر است؟ یک، یک به چهار، دو، یک به شش، سه، یک به هشت و چهار، یک به ده. یک به هشت؟ یک به هشت. کاملا درسته فکر میکنم. بزنیم؟ بله. یک به هشت. بله. حالا تثبیتش کنیم. یه ستاره بگیریم ازشون. بله. 500000 تومان امانتی داری پلومان. حالا ادامه میدیم ببینیم به کجا میرسیم. کدام یک از کشورهای زیر از مؤسسین فیفا در سال 1904 نبوده است؟ یک سوئیس، دو انگلیس، سه فرانسه و چهار آلمان. انگلیس. انگلیس نیست؟ این هم از انگلیس. کاملا درست. انگلیس بود؟ بله. دست درد، دست درد. یا بس دیگه دست نشید. دست درد نکنید. دست درد نکنید. 600 هزار. بذار دو ستاره رو بگیریم. بله خودته میخوای تثبیتش کنی بگیریم. آقا برید جلو. آخه ما بحثمون، من دیگه نمیدونم کی. یه ستاره هم میگیریم ازشون 600 هزار تومان تثبیت. نه آقا ادامه میدیم. تثبیت فعلا اینو داشته باشی. آها یعنی دوباره ایشون دیگه. جایینم از بین میره. تعداد رئیس جمهور همین یه دونه جواب نده همش از بین میره. بله جان من. حالا من یک یعنی اگه یه دونه سوال جواب ندیم همش از بین چون... رفته. بله چون حالا همش که نتون اونجوری که تثبیت کردی میمونه و بعد. آها. تعداد رئیسان جمهور روسیه از دسامبر 1991 بله. یک، یک نفر، دو، دو نفر، سه، سه نفر و چهار بیشتر از سه نفر. سه نفر هم. سه نفر. این هم سه کاملا درسته. به افتخارشون. یک ستاره داریم علی جان و زیر وقت داریم. کدام دندان وظیفه پاره کردن غذا را به عهده دارد؟ یک دندان آسیاب، دو دندان نیش، سه دندان عقل و چهار دندان دیوانگی. دندان طمع. نیش. خیلی خوب.
این هم از دو دندان نیش و کاملا درست همه میدونه. کاملا درست. چه سوال ساده ای افتاد به در این مرحله. در مقابل اون ساده اصلا من در مورد فیفا بودم میدونم چیه خدا شده. و سوال بعدی ابریشم از کجا به دست می آید؟ یک کرم، دو زمین، سه گیاه و چهار پشم. کرم حتما درسته. اینم کرم. تمام شد، باختیم، بیچاره شدیم، رفتیم. بازم سوال داریم. شما 900 هزار نصب شدیم. صد تا من مونده تو یه ملیون. خواهش میکنم حالا میخوای اینه تثبیت کنی ستارت بگیریم یا باشی؟ آقا یه ستاره به ما بدیم. بدیم خب 900 هزار تومن اینجاست. یه ستاره رو بگیرم تثبیتش کنم. تموم شد، هر طرف ایشونه. ستاره رو گرفتیم تثبیت شد و این هم سوال بعدی. حد اکثر زمان خورشید گرفتگی در کسوف چقدر است؟ یک، دو دقیقه، دو، سه دقیقه و 30 ثانیه، سه، 5 دقیقه و 30 ثانیه و 4، 7 دقیقه و 30 ثانیه. حتما حد اکثر زمان خورشید گرفتگی در کسوف چقدر است؟ یک، دو دقیقه، دو، سه دقیقه و 30 ثانیه، سه، 5 دقیقه و 30 ثانیه و 4، 7 دقیقه و 30 ثانیه. من فکر می‌کنم این هم از گزینه دو. من مطمئنم. و نه، این یکی دیگه جواب صحیحش هست 7 دقیقه و 30 ثانیه. خیلی خوب، این هم از علی جاویدنیا به افتخارش خودش و خانومش و خانواده پسر عزیزش. دیگه من اجازه بفرمایید که هم از شما هم از بینندگان عزیز عذرخواهی بکنم به خاطر اینکه این چند وقتی که ما در رصدخانه‌مون یه مقداری گرفتاریه ای که داشتیم نتونستیم که ردیابی کنیم. چطور شد اون بقیهش که درست در اومد این حرفا رو نزدی براش؟ خلا این هم روش دیگه، این هم درست اومد نداره بابا، ما حرفی نزدیم. علی جان آرزو موفقیت برای بر بر شما همینطور، برای نوید عزیز همینطور. آقا تموم شد، ما باختیم، تموم شد. شما بردید نباختید. بله جان ما منم اینا ما بردیم. بله 900 هزار تومان. خب علی جان میبینم که صورتت غریب شادی است. ممنونم از بار دیگر از علیرضا جاویدنیا که عزیز منه، برادر بزرگتر منه، لطف کرد در ابتدای برنامه، در شروع این مسابقه ای که ما تدارک دیدیم برای شما مردم خوب، من رو یاری کرد. قربون شما برم، خیلی محبت دیدیم. من برای این برنامه و برای همه دوستای عزیزم امید و موفقیت دارم. انشاءالله که با لطف و مدد الهی برنامه این باشه که مردم پسند باشه. دلوقتي. از این برنامه.